سیاوش اوستا ارتباط بدیم و ایشون رو بیاریم، تصویرشون رو روی خط که ببینیم چه مطالب و مسائلی رو امروز خواهش بکنم که ما رو با آقای سیاوش اوستا ارتباط بدیم و ایشون رو بیاریم تصویرشون رو روی خط که ببینیم چه مطالب و مسائلی رو امروز برای این برنامه تدارک دیدن که به نظر شما میرسونن. درودی گرم آقای سیاوش اوستا عزیز. درود به مهمان یاران. تیرانداز و زردپوش شدین امروز. درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره و به کارگردان برنامه آقای شهرتی. خسته نباشید استاد چرفشاهی. خواهش رو برم. مبحث خوبی رو شروع کردید. این مبحث خوبی رو که شروع کردید اگر پروانه بدید منم در همین رابطه دنبال کنم و صحبت کنم، اون هم مسئله روحانیت و شاهنشاه. بله خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم. استاد چرفشاهی واقعا مبحث خوبی است در این مرداد ماه که امشب من یک رازی رو باز دیگر بار به آگاهی مهمان یاران میرسانم که از این راز اونهایی که تاریخ رو ازش اطلاعی ندارند و حتی خیلی از اونهایی که جانفشان شاهنشاه هستند و بودند بیخبرند. اون اینه که میخوام یه خبر خوب بدم تا قوت قلب داشته باشند مردم ایران، سلحشوران آریایی به پا خواسته بر علیه تازیان و صدامیان حاکم در ایران، و بدونن که محمد رضا شاه آریام شاهنشاه ایران. استاد چرفشاهی از هنگامی که دیگه با شهبانو عروسی کرد و بعد رضا پهلوی به دنیا اومد و خاطرش جمع شد که ولیعهدی داره، مصمم شد که مثل پدرش روحانیت رو نابود کنه، یعنی از صفحه روزگار و ایران روحانیت رو محو کنه، نابود کنه. به همین خاطر ایشون یک سخنرانی مهمی در سال 1341 انجام میده که این سخنرانی چون زیاد هست و باید همش رو گوش کنیم و به ویژه صدا مشکل هست شنیدنش در اون موقع ضبط شده، ولی من با آگاهیتون میرسونم که با چی بگم، با اونایی که توی مستراح هست، با اونایی که توی مستراح هست روحانیت رو شاهنشاه مقایسه میکنه و میگه اینا در همون کثافت خودشون بایستی غرق بشن و نابود بشن. و از همونجاست که پلیدانی که هزاران سال دشمن ما بوده و هستند، همین استعمار نوین، استعمار رنگارنگ، که دستهایی داره مثل اختاپوس که این دستها عادتا خودی هستند و ما نمیفهمیم، اینها رو بسیج میکنه استعمار برای نابودی نظام پادشاهی که جریان 42 پیش میاد. حالا برای اینکه وارد مبحث بشیم یه فیلم کوتاه یک دقیقه میبینیم که در این یک دقیقه یکی از شخصیت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، چه قبل و چه بعد انقلاب سیاه، آقای محمود دعایی. محمود دعایی اینو به یک چشم هم زدن میگه و بعد توضیح هم داده میشه این فیلم، که میگه محمد رضا شاه در 1341 گفت که ما باید تو کوه خودمون بریم، غرق بشیم، نابود بشیم روحانیت، و یعنی همون پروژه رضا شاه بزرگ برای نابودی روحانیت رو ایشون داشت. فیلم رو باید یک دقیقه است میبینیم و برمیگردیم که این مبحث جالب رو امشب دنبال کنیم، ببینیم محمد رضا نیز پاشو گذاشت سر جایی که باباش گذاشته بود. شاه همچنین منتظر فرصتی برای تلافی رفتار روحانیت بود. در 23 اسفند 1341 در پایگاه وحدتی نسفول گفت: بله موقع خزیدن در کثافت تمداد شود. اون شهر میگفت مردم باید همونطور که از حیوان نجس پرهیز میکنند از روحانیت بپرهیزند.
قبل از خرداد 42 بود. خودشان دو مرتبه رسیده است. این عناصر فرومایه اگر از خواب غفلت بیدار نشوند، چنان مثل سائق مشت عدالت در هر لباسی که باشند و سر آنها کوفته خواهد شد که شاید به آن زندگی ننگین و کثافتشان خواهد. بله، این نیکسون بود که نیکسون هم در دنبال این در رابطه با محمد رضا شاه شاهنامه صحبت میکنه استاد چرخشایی و میبینیم این فردی که صحبت کرد آقای دایی. آقای دایی یکی از عوامل استعمار بود و از مشاوران برجسته خمینی بود وقتی خمینی در بغداد بود. آقای دایی در لیبی بود، یک مدتی در عراق بود، رادیوی عراق رو علیه ایران اداره میکرد، بعد رفت پیش معمر قذافی، ماموریت پیدا کرد از طرف استعمار و از طرف خمینی، رفت لیبی و از لیبی آقای محمود دایی رادیوی رو ضد ایران شاهنشاهی اداره میکرد. محمود دایی وقتی که انقلاب سیاه پیروز شد، شورش 57، ایشون به تهران که آمد مسئول و همکاره و صاحب روزنامه اطلاعات، یعنی روزنامه اطلاعات دست ایشون بود تا همین چند وقت پیش که مرد. ایشون میبینیم که قاطع داره میگه که محمد رضا شاه در نظر داشت که روحانیت رو نابود کنه و چون به حال در ابتدا وقتی که متفقین می‌خواستن در ایران بودن و رضا شاه رو از ایران انگلستان بیرون می‌کنه و فروغی پادشاه رو فرزند رضا شاه رو به پادشاهی استعمار می‌قبولونه و نگه می‌داره، محمد رضا شاه دنبال فرصت هست که فرصت به دستش بیاد بتونه دخل اینا رو بیاره، همچون که بعداً حتی بعد ما می‌بینیم در سال‌های بعد دخل غرب رو بیاره، مثلا نفت 2 دلار رو 1.5 دلار رو می‌کنه 3 دلار. حالا از همونجا استاد چرخ این مبحث در دنباله همون فرمایشات خود شما و صحبتایی که در هفته پیش کردیم خیلی قشنگ کار خداست و هم میچسبه و هم میچسبه و من میبینم که وقتی که اسفند شاهنشاهی نطقو میکنه استاد چرخشایی 3 ماه بعدش، یعنی 15 خرداد 42، یه روحانیت که چرخ کنم همین باندای انگلیسی روحانیت سر در میره. یادمون هم نره من در کتاب دینداری و خردگرایی 37 سال پیش نوشتم کل روحانیت ما، روحانیت شیعه، ساخته و پرداخته انگلیسه. حتی استاد چرخشایی واژه های آیت الله، حجت الاسلام، سقط الاسلام، همه اینا رو با انقلاب مشروطه روزنامه های انگلیسی درآوردن برای اولین بار و ساختن و ما تا نهضت مشروطه به هیچ عنوان در تاریخ اسلام آیت الله نداریم، کسی که یک باندی رو که آیت الله بنامن، باندی رو که حجت الاسلام سقط نداریم. فقط در طول تاریخ اسلام تا 14 قرن که اون موقع میشه 13 قرن یک بار یک نویسنده از علامه هلی که یکی از مجتهدین و علمای دینی است با عنوان آیت الله فی العالمه استفاده کرد، یک بار. ولی دولت انگلیس و یادمون هم نره همیشه بگید، همیشه میگویم روس و انگلیس از زمان برادران شرلی و امپراتوری های روس و اروپا و اینا، اینا با هم متحدن روی ایران، یعنی روی ایران یه گوشت قربونی، اینا با هم متحدن روس و انگلیس، یادمون نره جدا نیستن از هم. خب بعدا انگلیساکسون ها وارد میشن و امریکایی ها اونا که خب استاد چرخشایی از همون زمان مشروطه که اینها این واژه ها و این القاب رو میدن به آخوندا آی، وگرنه تا قبل از اون استاد چرخشایی در زمان قاجار به اینا میگفتن حاجی، در زمان صفویه که اقتدار داشتن به اینا میگفتن ملا، ملا محمد باقر مجلس، یا حاجی فلانی، حاجی فلانی در زمان قاجار. ولی از مشروطه روزنامه های انگلیسی که در ایران منتشر میشه با چراغ سبز انگلیس ها و سفارت انگلیس واژه آیت الله رو به اینها میدن، به اون 4 تا آیت اللهی که بهبهانی خراسانی اینا که اول طباطبایی که اینها توی میان توی مشروطه، از اونجا این تشکیلات رو نمیسازن. بعد استاد چرخشایی جالبه بدونیم که یه بودجه ای رو انگلیس در نظر میگیره، مثل درست بودجه های الان، بودجه های رو اینها میافرادن توی ایران خرج میکردن، میگفتن اینها رو حاجی بازاری بده. حاجی بازاری که بود دنبالش که میرفتی میدیدی که معاودین عراق هستن
که